بعضی وقتا یک سری سگ ها رو میبینید هیچ آموزشی هم ندیده و خیلی سگ خوبیه و صاحبش هم فوق العاده ازش راضیه، اتفاقا صاحب خوب و پر تجربه ای هم نیست، ولی شما یه سگ خریدین، بهترین مربی ها هم براش گرفتین، خودتون هم خیلی سعی میکنین نکات ما دقت کنید، ولی باز اون سگ دلخواهتون نمیشه. دلیلش ژنتیک سگ هاست. ژنتیک یکی از مهمترین عامل و یکی از مهمترین دلایل بر رفتار یک جانداره، انسان، سگ، گربه و هر جانداره دید. با سلام و درود خدمت همه دوستای عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. بچه ها هندونه در بستر رو دیدین؟ میشکنی یه دفعه میبینی خیلی سرخه، یه بار میشکنی میبینی توش سفیده. شانس، علاوه بر شانس که برای البته افرادی مثل دوستانی که بدون تحقیق خرید انجام میدن، سگ واگذاری میگیرن یا سگ رو میخرن، میشه یک هندونه دربسته. مطمئنم خیلی از شمایی که دارین این ویدیو رو نگاه میکنین هیچ وقت هیچ اطلاعی از پدر و مادر سگتون نگرفتید، هیچ وقت از پدر بزرگ و مادر بزرگ سگتون هیچ اطلاعی نداشتین و نگرفتی، و این میشه اون هندونه دربسته. شانست خوب بوده، سگ خوب گیرت اومده. نمیتونیم بگیم 100% آموزش میتونه تغییر مثبتی تو زندگی سگتون داشته باشه. هر نوع آموزشی وقتی سگ شما ذاتن ژنتیکن استرسیه، هر کارش کنیم تو چندین تا چیز میمونه اون استرسش. اگر سگ شما خشونت داشتن، خانوادهشون بی اعصاب بودن، مسلما نمیتونید برید یک از سگتون توقع یک سگ مهربون داشته باشید. مطمئنا به ارث برده اون رفتار رو از خانوادهش، و این میشه بزرگترین معضل و مشکل شما صاحبین سگ. آقای قادر پناه، سگ من اصلا از طولگیش بی اعصاب بوده. مربی های نابلد و متاسفانه کم سواد میگن سگ شما ذاتن آلفاه، سگ شما ذاتن پرروه، سگ شما آلفا به دنیا اومده، تو خانوادش اینجوری بوده. نه، همچی خبرایی نیست. بحث ژنتیکه، بحث علمیه. ژنتیک یعنی چی؟ یعنی یک سری از خصوصیت‌های اخلاقی خانواده رو به ارث بردن. حالا میتونه مشکلات بیماری‌های درونی باشه، مثلا مشکل دریچه قلب، مشکل چه میدونم کمبود کلسیوم توی نژادهای پامرانیان، اینکه مشکل در رفتگی کشکک زانو دارن، این در اصل یک چیز از چیزهای ژنتیکیه که از ارث میرسه. توی جرمن شپرت ها اگر پدر مادر هر دو از شیب زیادی برخوردار باشن، مطمئنا توی طول مشکل لگن رو خواهیم ما دید. ولی شما بدون علم و بدون اینکه تست کنید، تست بگیرید از خانواده، میرین یک سگ رو انتخاب میکنید و میارید، تو طولگی هیچی نشون نمیده، ولی وقتی سن میره بالا تو هر تایم یک سری از اتفاقهای جدید میفته و مشکل برای شما به وجود میاره. بچه شما قبل از خرید سگتون حتما باید از خانوادهش یک سری اطلاعاتو به دست بیارید. اگر مد نظرتونه و علاقه شدیدی به نژاد چاو چاو دارید، همینجوری نرید ببینید کدوم چاو چاو خوشگلتره اونو بخرید. 100% وگرنه به مشکل میخورید. اگر به مشکل نخورید، به فرد خوششانسی هستید. ما اینها رو توی چنلمون زیاد از حد گفتیم و درباره همه اتفاق صحبت کردیم. ازتون خواهش میکنم ویدیوهای چنل ما رو یک بار کامل ببینید، چنلمون رو سابسکرایب کنید. اولا که الان یه لایک کنید، بریم برای ادامه ویدیو. خدمتتون عرض میکردم. پس بحث ژنتیک خیلی مهمه، اینو نباید ازش ساده گذشت و باید اتفاقا خیلی روش زوم بود. اگر شما میخواین سگو خریداری کنید، برید مادر سگو ببینید، پدر سگو ببینید، نه اینکه ببینید خوشگلن زشتن، برید ببینید چه رفتاری دارن، برید ببینید توی جامعه آیا استرسی سگ، آیا خوش اخلاق سگ، آیا اگر سگ گارد میخوای، شما میخوای ملینویز بخری، من آقا برای سگ گارد میخوام استفاده کنم، اوکی، ملینویز میاد، همه ملینویز ها هم نمیتونن گارد باشن، ژنتیک بسیار قوی هن، اکثرا میتونن گارد باشن، ولی باز کار داریم تا کار. بحث شجره رو مطمئنن شنیدید. شجره اصلا اصولا یعنی چی؟ شجره یعنی این که میای میبینی پدر مادر کیان، چیان، چه مشکلاتی داشتن، چه نقاط قوتی داشتن. ولی اینکه شما برین به فرض مثال سگ واگذاری میگیرین و شما از گذشته این سگ هیچ اطلاعی ندارین، حالا علاوه بر اینکه در از گذشتهش یعنی از خانوادهش هیچ اطلاعی ندارین، وقتی شما یک سگ رو اکسپت میکنین به عنوان واگذاری،
شما نمیدونین اگر اون سگ یک سالشه تو یک سال گذشته براش چه اتفاقهایی افتاده، چه حساسیتهایی پیدا کرده. میدونید یک سری حرفا رو نمیشه اینجا زد و نمیشه به ما مردم ایران مخصوصا گفت، چون که گارد داریم نسبت بهش. تو خیلی از دنیا وقتی یک سگی به یک سری از مشکلات میخوره، ببینید بعضی ما یک بحث مشکل داریم، یک بحث اختلال داریم، وقتی به بحث اختلال برخورد میکنیم راهی نمیمونه به جز اینکه یوتنایز کنیم سگو، بخوابونیم سگو. ولی چون که ما گارد داریم، نه، تو کل دنیا یوتنایز داره برای انسان هم دیگه اتفاق میفته، ولی ما طرف 90 سالشه دیگه میره، هی به زور برش میگردونیم، بابا بمون یه هفته دیگه بمون، بابا ما دلمون تنگ میشیم، ولی داریم آسیب میرسونیم، آزار داریم میدیم. تو سگ هم همینه، وقتی یکی اختلال رفتاری داره و دیگه کاری نیست که بتونیم ما درستش کنیم، بحث ژنتیکه، بحث سیستم عصبی اون حیوانه، فقط بحثمون اینه که باید باشه. من سگ دارم، سگ مفت پیدا کردم، طرف گفت میخوام واگذار کنم، منم گرفتم، مسلمن مطمئنن بدون شک به آسیب میخوریم، به مشکل میخوریم. آقا من دوست دارم سگ گلدن رتریور خریدم، دوست دارم یالش رو زمین بخوره، من جرمن شپرد گرفتم دوست دارم بزرگ بشه، دوست داری پس چطور تحقیق نمی کنی؟ همه اینها بحثای ژنتیکیه. اگر پدر مادر ریز باشن چطور میخوان، چطور توقع دارین یک بچه کینگ جرمن بگیری؟ اگر یه گلدن رتریوری پدر مادرش موهاش کوتاهه، چطور توقع دارید یک توله لانگ هیر بشه، لیالش رو زمین بره؟ هیچ وقت اون اتفاق نمیفته. ولی با تبلیغات دروغ این اینستاگرامی، حالا شبکه‌های مجازی، شما این اتفاقو رقم میزنید و میرین این اشتباهو شما انجام میدین و اجازه میدین به این افراد سودجو. لطفاً یکم واقع بین‌تر باشید، چه در زمان موقع خرید سگ، چه در موقع واگذار کردن، اداپت کردن سگ و تو هر موقعیت دیگه. اینم نباشه اگر سگتون خوب نیست بخواید فقط واگذارش کنید، کار درستی اصلا نیست. از اینکه چنل منو یوتیوب منو سابسکرایب میکنید دمتون گرم، ممنونتونم. منتظر ویدیوهای جدیدمون همیشه باشین، زیر این پستم برام بنویسین که درباره چه موضوعاتی بیشتر صحبت کنیم.